زندان‌های ایران پر است از جوانان و نوجوانانی که به اتهام اندیشیدن و فکر کردن و کتاب خواندن توقیف و شکنجه و زندانی می‌شوند. آقای رئیس دادگاه، همین دادگاه‌های شما آنان را محکوم به زندان می‌کند. آنان وقتی که به زندان بر می‌روند و باز می‌گردند، دیگر کتاب را کنار می‌گذارند، مسلسل دست می‌گیرند. باید به دنبال علل اساسی گشت. معلول‌ها فقط ما را وادار به گلایه می‌کند. اتهام سیاسی در ایران نیازمند اسناد و مدارکی نیست. خود من نمونه صادق این گونه متهم سیاسی در ایران هستم.